ضرورت باقی موندن در برجام یا خروج از اون یا کاربرانی که بودن یا نبودن در برجام فرقی به حالشون نمیکنه. این روزها شبکه‌های اجتماعی پر شده از این گونه نظرات. میتونم اشاره کنم به صفحه توییتر USA در فارسی که نظرسنجی گذاشته و از کاربران پرسیده بود که آیا حکومت ایران از مزایای برجام برای بهتر کردن زندگی ایرانیان استفاده کرده بود. در این نظرسنجی بیش از 10,000 نفر شرکت کردند که 89% از کاربران معتقد بودند که نه، عملا این بود و نبود برجام تأثیری در زندگی اونها نداشت. در همین راستای کاربر دیگر به نقل از رئیس انجمن تالاسمی ایران از مرگ 93 بیمار تالاسمی به دلیل عدم دریافت دارو و تزریق داروی بیکیفیت در سال 96 خبر دادن و البته اشاره کردن به اینکه برجام باشه و نباشه فرقی در شرایط مردم نداره، چرا که در این دوره روابط آمریکا و کشور دیگه آزاد بوده. حالا باید ببینیم که توجیه میکنه حکومت این برخورد. اما برخی هم با نگاهی طنز به خروج آمریکا از برجام نگاه کردن، مثل علیرضا رضایی که نوشته خوبیش اینه که اگه آمریکا از برجام خارج بشه ایران آخرین کشوریه که ضرر میکنه. عراق، سوریه، لبنان، فلسطین، یمن و جبهه پولیساریو و علامه زکزاکی و بسیاری دیگر صدتای دیگه قبل از ایران تو صف هستن. در واقع داره کنایه میزنه به هزینه‌هایی که جمهوری اسلامی در طی سالهای گذشته در این کشورها انجام داده و میده. اما برخی کاربران توییتر از جمله طیفی از حامیان جمهوری اسلامی مخالف برهم خوردن برجام بودن و از ساعت‌ها پیش هشتگ‌هایی رو هم در نظر گرفته بودن. کاربری به نام رضا نوشته برای مهم نیست که چه بر سر برجام خواهد آمد، اما معتقدم ایران از طریق مذاکرات برجام حرفه‌ای ترین تبلیغ برای صلح را به نمایش گذاشت. و مینا ورشوچی هم معتقد خروج آمریکا از برجام به نفع ایران در منطقه و سطح بین‌الملل است، باعث قدرت روسیه می‌شود و نقش میانجیگری آمریکا در روابط بین‌الملل کمرنگ می‌شود. خروج از برجام اعتبار آمریکا را در بیان کشورها کاهش می‌دهد، چون همه تجربه مذاکره با آمریکا را جلوی خود می‌بینند. توییت دیگری هم داریم که حالا تصویرش در اختیار ما نیست، اما عماد بهاور یکی از فعالین سیاسی توییت کرده حمایت از برجام، حمایت از صلح، حمایت از استقلال، حمایت از تغییرات درون‌زا.